عرشیان امشب زمین را لاله باران می کنند. عرشیان امشب زمین را لاله باران می کنند. خاک را خوشبوتر از زلف نگاران می کنند. آفرینش فیض از دیدار احمد می برد. کعبه امشب سجده بر خاک محمد می برد. میلاد خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام بر همه شما مبارک باد. ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و نواده گرامی با فضلشان امام جعفر صادق را به کافه مسلمین جهان، مسلمین افغانستان، مسلمانان درد کشیده جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برای تمام ملت مسلمان تبریک عرض می دارم. ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک باد. میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ناجی بشریت بر تمام جهانیان مبارک باد. روز برای کل ملت افغانستان و جهان، روز میلاد نبی را مبارک میگم و در ضمن آرزو و خواهش ما از مسلمانان نمیست که یک وحدت شوند، یک ملت هستیم ما مردم افغانستان. همی قوم و قوم پرستی، همی تفرق اندازی که دست خارج و کفار در بین است، دیگه ما از خداوند متعال همی خواستیم ماست که همه مسلمان ها را اتفاق داشته باشه و همچنان همدست باشه تا مسلمان ها بتانه که در افغانستان و در جهان موفق و کامیاب باشه. دوستان عزیز، امشب ما در مصلای سلطانیه هستیم، جایی که مراسم های مذهبی ما مسلمان ها در شهر مزار شریف اکثرا در اینجا برگزار میشن. پرتو نور چراغ سحر ماست، ما امتی او و دو عالم پدر ماست. از شایعه و فتنه دشمن نخراسیم، غیر از ره اسلام رهی را نشناسیم. کسی که پیامبرم مدح میکنه خداست و جالبه هر جا میگه حرف خدا را گوش کنید، پشت سرش میگه حرف پیغمبر را گوش کنید. جالبه، میگه اگر میخوای از خدا جلو جلو نری، از پیغمبر هم جلو جلو نری. گفتم نکته نکته میگم و لا تو اطیع الله، اطاعت خدا بکنید، و اطیع الرسول، اطاعت رسول بکنید، یعنی پیغمبر اسلام. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از پیامبر و خدا جلو حرکت نکنید. یعنی ما هر جو ببینیم خدا خودش مطرح میکنه، پشت سرش پیغمبر مطرح میکنه. میفرماید من یوت الرسول فقط اطاع الله. چقدر جالبه آقا، برای پیغمبر که نمیشه که یک مجلس، دو مجلس، سه مجلس، صد مجلس صحبت کرد. پیغمبر شخصیتیش که خدای متعال در قرآن فرماید لعن رو که به جان توی پیغمبر سوگند. چقدر ما یاد داریم ابن جوزی بر بیشتر از هزار تا معجزه برای پیغمبر شمرده. رد شمس، شق القمر، خیلی معجزات زیاد داره. مطالعه بفرمایید در قالب منبر نمیمون که بخوایم صحبت کنیم. حیف نیست ما همچه پیغمبری داشته باشی بعد بیاییم همدیگر اذیت بکنی، آدم بکشی، بعد دنبال داغیشو نمیدونم بالاخره بوکو حرام بری. اینکه لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بزرگی هستی. نمیشه انسان ادعای پیروی رسول الله داشته باشه اما مسیر دیگه ای بده. هر پیغمبری به یک بسرا بیشتر از پیغمبرا به یک صفتی بوده، معروف و مشهور بودن. عیسی روح الله، موسی کلیم الله، سلیمان حشمت الله، رسل حالا هر کدوم. آقا رسول الله بر رحمت للعالمین مشهوره.
مراسم باشکوه و با عظمتی که در اینجا برگزار شده است جهت ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و منجی جهان بشری و همچنان جهت ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام و به این مناسبت مراسمی که برگزار شده است و همه آمدند تا اینکه نسبت به سخنانی که اینجا گفته می شود و از اینها فیض ببرند و در واقع یک نوع تداعی از روح و روحیات برای انسان ها شود. امیدوار هستیم که این روز مبارک برای همه ما نقطه شروع وحدت اسلامی باشد، وحدتی که در سایه آن تشیع، تسنن و تمام مذاهب اسلامی در کنار هم برادرانه بازو و بازوی هم شانه و شانه هم در مقابل ظلم و جور استبداد که جهان را فرا گرفته و مسلمین جهان را دچار سختی های فراوانی کرده بیستن و دماغ پرغرور آنها را به خاک بمالن و سبب شود که همو رقم که پیامبر گرامی اسلام جاهلیت را پوزش را به خاک مالید، مسلمین جهان هم با وحدت ملی بتانن با پیگیری از قرآن کریم و سنت بیدار و روشن پیامبر گرامی اسلام دماغ ظلم و جاهلیت امروزی کفر را به زمین بمالند. قرآن باور داریم، پیغمبر باور داریم، اهل بیت باور داریم، با اینجا همه چیز مشترک است. ولادت مثل پیغمبر را هم برادران اهل سنت میگیرند، هم برادران اهل تشیع. بعد ما در همه مسیر هم فکر حرکت کنیم، چه در مثل شهادت باشد، چه ولادت باشد، چه مثل عاشورا باشد، محرم باشد، بعد برادرای اهل سنت ما هم اشتراک کنند، برادرای اهل تشیع هم حضور داشته باشند، در همه خوشی و غم با هم در کنار هم دیگر باشد تا وحدت و انسجام ما در جهان اسلام انشاءالله پایدار بماند. تا تشیع و تسنن در کنار هم نباشن پیروزی اسلام ناممکن هست. اصلا دین اسلام اصول را همه میپذیرن، همه قبول دارن. اصول چی هست؟ اصول خدا اصل است در دین ما، پیامبر اصل است، قرآن اصل است، که این سه تا را همه الحمدلله همه مذاهب تشیع و تسنن قبول دارن. حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه تا آنجا ارادت داشت به امام جعفر صادق که در دفاع از امام جعفر صادق و خاندان پیامبر گرامی اسلام از طرف بعضی ها ملامت شد، زندانی شد و خیلی مصائب را تحمل کرد. این نشان می‌دهد که وحدت بین این دو فقه به شدت محکم بوده، به شدت محکم بوده و هیچ شکافی در بین این دو وجود نداشته. لازم است که مسلمین زمان فعلی، عصر امروز، در افسانقات جهان با توسل و زندگی و فکر این دو بزرگوار اختلافات اندکی که بینشان وجود داره را کنار بگذارند. و اختلافات اندک برای دشمن، برای جاهلیت امروزی بسیار یک آله دست قرار گرفته و اونا تصمیم دارن که این اختلافات را بزرگ و بزرگتر جلوه بدن تا بتانن که هر کدام از این دو بزرگ مذهب را جدا بسازن و هر کدامشان را یک لقمه و دهان برابر برای خودشان درست بکنن و از بین ببرن. ما همه قدر می دانیم که باید و باید رشته اتحاد بین این دو مذهب بزرگ محکم و محکم تر باشد.